که آهنگ قشنگی بود، برای من خاطرآور بود، از علیرضا افتخاری، و امیدوارم شما هم لذت برده باشید. هفته گذشته دوست بسیار عزیز و گرامی برای دیدار من به مطبم اومد، خیلی خوشحال شدم دیدمش، برای اینکه خیلی مدتی بود که ندیده بودم ایشون، و کتابی در دستش بود و کتابو برای من آورده بود. این دوست بسیار عزیزم آقای عباس اسفندیاری بود. آقای اسفندیاری از صاحب منصبان قدیم ایران و از سفرهای قدیم ایران بوده و دوستی با ایشون برای من موجب مباهات و افتخاره. کتابی که آورده بودند بسیار کتاب قشنگی بود، کتابی بود عرفانی، پر از نکته‌های جالب و پر از معنا و پر از مسائل روحانی. بعد به من گفتن که این کتاب رو پسرشون نوشته، آقای زرتشت اسفندیاری. دیگه از این ایرانی تر نمیشه، زرتشت اسفندیاری. و موقعی که صحبت میکردیم فهمیدم که این فرزند برومند ایشان در کارهای عرفانی دستی دارن، مطالبی می نویسن، نویسنده هستن و در رشته spiritual healing تبحری دارن. من راستش توی مدت هایی که این راجبین spiritual healing شدیم، آدم می دونم چه قاطی می کنه با آدم هایی که اصلا در جامعه دکون باز کردن، یا اینایی که میلیون ها دلار به جیبشون میزنن، یکی میزن تخت پیشونی، یکی طرف میفته زمین لرز میکنه و اینا، ولی همه اینا قبلا اون پشت آماده شدن. یکی دیگه از ایران اومد اینجا و برنامه های را انداخت و اینا. بعضی ها اصلا که ادعا میکنن که این نیرو درشون وجود داره، ولی فرق میکنه با کسایی که رفتن و در این رشته مطالعه کردن و راهی پیدا کردن و این راه رو میخوان در اختیار دیگران بگذارن. مهمان بعد این چیزها رو شنیدم، من از آقای عباس اسفندیاری خواهش کردم که این افتخار رو به من بدن، از پسر ازشون دعوت کنن بیان این جمعه با من بشینن صحبت بکنیم. برای که من یکی از دلایلی که این توی این برنامه میشینم حرف بزنم اینه که خودم هم یاد بگیرم. من موقعی که یک کشیش کاتولیکو میارم به حرف رو میخوام درباره کاتولیسم یاد بگیرم، درباره مورمون ها میخوام یاد بگیرم، درباره پزشکی میخوام یاد بگیرم. آدم یاد بگیره بهتر از این که بخواد یاد بده. یکی از 22 سال من که استاد دانشگاه بودم بیشتر به این دلیل دوست داشتم که بیشتر یاد میگرفتم تا یاد بدم. مهمان امروز من این هنوزم میتونم چون نسبت به من جوان برومندیست آقای زرتشت اسفندیاری هستن که بهتون خیر مقدم میگم که در برنامه امروز من اومدید و خیلی خوشحالم که در اینجا هستید. من واقعا به خانواده شما، به پدر، به مادر، و میدونم که این حالت بدیه که یادآوری کنم، و مخصوصا به شهرزاد عزیز خواهرتون که جاش خالیه و چه زود از میون ما رفت، و دکتر کیهانی. خلاصه این دوستی و آشنایی میره به گذشته های دور، ولی ایشون دفعه اوله میبینم، یعنی اصلا من تا حالا نیده بودم، نمیدونم که این فامیل چجوری قایم شده بودین شما. خب آقای زرتشت، شما به کی اومدی آمریکا؟ من سال 78 نوامبر 78 اومدم به آمریکا. چند سالتون بود؟ والا سنم میخواییم بدونیم. خب دیگه این راه هست که بعد اون موقع 19 سال بود. اون موقع که اومدی دیپلم تو ایران گرفته بودی؟ بله. اومدی اینجا درس بخونی؟ بله. و اینجا چه درسی رو شروع کردی؟ روانشناسی.
و تا کجا رفتی روانشناسی؟ والا من دیگریمو در روانشناسی 4 ساله رو گرفتم، ولی در اصل تمام مدت دنبال عرفان بودم. کدوم دانشگاه رفتی؟ USF University of San Francisco. UCSF. USF. یه پرایوت سکول در سان فرانسیسکو. خب یکی دیگه است. خب پس شما عملا روانشناس روانشناسی رو خوندید و با علم دانش روانشناسی همزمان دنبال عرفان هم گرفتید. بله. خب چه چیزی رو شما تأثیر گذاشت که به عرفان بری؟ بله. چون معمولا جوانی مذهب هم جوانی که از ایران میاد 19 سالش هست یه چیزهای اینجا سرش گرم میکنه و یه درگیری های پیدا میکنه و اینا، خود عرفان باید خیلی مغزش پخته باشه که بره دنبال عرفان. تو ایران که بودی هیچ وقت دنبال این مسائل بودی؟ دنبال مسائل عرفانی از بچگی خیلی سوالایی داشتم که کسی جواب نمیتونست بده. برای مثال دوست داشتم بدونم که خدا رو کی درست کرده، او از کجا آمده، یا وقتی میگفتن که یک کسی میمیره، یادمه که مادر بزرگم فوت کرده بودن، بعد بهم گفتن که ایشون مردن، بعد میگفتم که خب مردن یعنی چی؟ میگفتن که وقتی که میمیری دیگه نیستی. بعد من هی به خودم فکر میکردم که چطور ممکنه من دیگه نباشم، اصلا همچین چیزی مگه میشه؟ از بچگی خیلی برام جالب بود و میخواستم بدونم که از کجا اومدم قبل از اینکه به دنیا بیام و بعد از اینکه در این زندگی بمیرم کجا خواهم رفت. تا آمدنم برای چه بود؟ بله، آمدنم برای چه بود. خب اون وقتی موقعی که شما در آمریکا اینطوری که میگی در سن 22 3 سالگی جستجوگر شدین در رشته عرفان، در سن 21 سالگی هم دانشگاه که بودی؟ در دانشگاه که بودم من یه خواب عرفانی داشتم. در این خواب من وارد یه اتاقی شدم در یک منزلی که مادرم افتاده بود روی زمین و مرده بود و بدن او رو دیدم و شروع کردم فریاد زدن که نه نه مادر نمیتونی بمیری، و دویدم بالای سرش و نصف بدنش گندیده بود، هنوز نصف بدنش خوب بود، بقیه بدن گندیده بود، و اون دستی که هنوز خوب بود و گرفتم به دستم و دست دیگه رو بردم به آسمون. بعد از آسمون دیدم که یه رودخونه نورانی اومد و وارد اتمسفر زمین شد و از آسمان اومد وارد دست راست من شد و دست چپم به مادرم وارد بدن مادرم شد و مثل این فیلم های جدید ساینس فیکشنی که امروزه میبینین بدن او برگشت به زندگی و زنده شد. بعد از این خواب روز بعد میدونستم که من قراره که یه کارهایی در راه عرفان انجام بدم و در کارهای شفا و تندرستی. شما موقعی که میگید عرفان، میدونی هر کسی یک برداشتی داره. بله. عرفان هندوستان رو داریم، عرفان مولانا رو داریم، عرفان تمام شعرهایی که داشتیم و اینا رو داریم. شما موقعی که این انگیزه رو پیدا کردید به کدوم جهت رفتید؟ آیا رفتید توی عرفانی که در ایران هست؟ آیا رفتید توی کجا رفتید دنبالش؟ بله، این اتفاق در سن 21 سالگی میفته و تا سالهای تا چند سال بعد، یعنی من حدود 26 7 سالم بود، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد یک بار در حدود 26 27 28 یه تغییر و تحولاتی درونم افتاد و کشیده شدم. اولین اتفاقی افتاد این بود که از یک درویش ایرانی زک گرفتم و رفتم تو اون جهت و مدتی این کارو میکردم، ذکر میگرفتم، قرآن رو میخوندم. بعد از اون ایشون نمیتونست جواب سوالای منو بده، رفتم یه ذره وارد کارهای بودا شدم و بودایی ها و کتابای بودا رو خوندن و بازم اونا جوابایی که میخواستم نمیتونستن بهم بدن.
بعد از اونجا وارد کارهای رفتن به طرف کارهای هندیا شدم و اوشو راجنیش رو میت کردم و کتابای اونو میخوندم و یه مقدار شروع کردم اون سوالایی که داشتم از اون جهت جواباش اومد و بالاخره در سال 1992 من رفتم به ایران و از ایران رفتم به هندوستان و یه استاد عرفان پیدا کردم که ایشون بهم جواب تمام سوالایی که داشتم رو بهم داد و از اونجا این داستان شروع شد. وقتی داستان که میگی شروع شد، کجا شروع شد، چی شروع شد؟ و این داستان وقتی که من رفتم هند، رفتم هندوستان به این عنوان که او رو پیدا کنم، میخواستم با خداوند یکی بشم، دنبال خداوند بودم و فکر میکردم که خداوند خارج از منه و فکر میکردم که شاید یک کسی بهم نشون بده اینو، ولی اون این استاد عرفان من کاری که کرد این بود که همش به خودم انگشتش رو به طرف خودم نشون میداد و منو فرستاد به درون خودم که او رو یه حدود یک 10-15 سال 20 سال طول کشید که بفهمم که او اینجاست و درون خود منه و درون هر کسی هست و در همه جا هست و یه جای خارج از من نیست. از این که در اسلام میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم، به سوی خدا برمیگردیم، یا خدا در قرآن میگه من از رگ گردنم به شما نزدیکترم، این هیچ وقت این احساس رو به شما نداد؟ چرا؟ بله بله. این البته سالها طول کشید که اولش این به عنوان یه تئوری بود، یه شخصی خب به عنوان یک استاد، چون معلم درست تو یک جای دیگه پیدا کردی. بله دقیقا. البته در ضمن باید بگم که بعد از اون انکانتر که با ایشون من داشتم، بعدها شروع کردم فهمیدن که استاد به صورتهای گوناگونی در جلوی آدم ظاهر میشه. یه موقعی ممکنه استاد عرفان آدم به عنوان یه بچه‌ای باشه و یه جمله‌ای رو با آدم بگه، از هر کسی چیز یاد گرفت. بله از هر کسی و هنوزم یاد میگیرم، همونجوری که شما وقتی که شروع کردین برنامه‌تون رو فرمودین که این کار می‌کنین برای اینکه دوست دارین که یاد بگیرین از دیگران، این یه پروگرسیه که ادامه خواهد داد و من هر روز یه چیزی یاد می‌گیرم از یه کسی. شما الان کاری که زندگیتون رو همین موضوع می‌گرده، یا مثلا بعضی وقتا هستن که افراد یک کار به عنوان شغل انتخاب می‌کنن، بعضی وقتا افراد هستن که شغلی دارن و یک کاری رو به عنوان کار دلشون در ساید انجام میدن. الان شما یه لیدرشپ پیدا کردی تو این رشته برای خودت، یا you have a day job، یه day job داری و نه خیر این day job هم day job داری؟ بله بله. کاری که من میکنم، قسمتی رو که بیشتر من دوست دارم انجام بدم اینه که دوست دارم ورکشاپ بذارم، ورکشاپ هایی که یه گروه توش باشن و اگه کار هیلینگ بکنم، شفا و تندرستی انجام بدم. اگه آیا یه موقعی هست که این کار از نظر روحی به دوستان کمک میکنه، بعضی وقتا از نظر بدنیه، ولی دوست دارم که به طور کلی زیاد تمایلم به کار انفرادی نیست، دوست دارم با گروه های بزرگ کار بکنم. شما موقعی که الان ببین هیلینگ که ما داریم صحبت میکنیم، خیلی قشنگ دو تاش کردید، روحی و بدنی، spiritual and physical. بله. اوکی؟ اگر بزن روی یکی که اینا با هم صحبت کنیم، شما موقعی که از نظر بدنی یا فیزیکی میگید هیلینگ میدید، بله درسته، این چیزی هست شبیه همون که در خواب دیدین که با مادرتون بلند شد، یا به چیز جدا از اونه؟ نه این همون اوست،
بله. یعنی شما فکر میکنید که این نیرو در شما هست که میتونید یک مشکل فیزیکی یک نفر رو درمان کنید؟ فکر نمی کنم که نیرو در من هست. از نظر شخص، به عنوان شخص من فکر نمی کنم هیچ نیروی داشته باشم. این یه خود من راحت کرد. بله. پس شما این نیرو رو در فرد به وجود میارید که بتونه با اون درد مبارزه کنه. والا اون جوری که تا این لحظه من خودم فهمیدم اینه که من کسی رو هیل نمی کنم، شفا نمیدم. من فقط اون انوایرمنت رو برایشون، اون محیط رو برای ایشون درست میکنم. شخص خودش رو شفا میده، یا میتونیم بگیم او قدرت الهی یا اون نیرویی که در همه جا هست و در همه چیز هست، اون نیرو شفا میده. ولی من به عنوان شخص این کار رو نمی کنم، فقط محیط رو درست میکنم. آیا برای این شفای راجع به فیزیکی یا بدن صحبت میکنی؟ بله. آیا برای این شفای بدنی شما حد و مرزی میشناسید یا it's unlimited؟ این unlimited. یعنی هر دردی قابل درمان توسط افراد؟ بله. مثلا اگه یک کسی امروز بیاد اینجا با آپاندیس هات، این قابل درمان یا باید بره بیمارستان عمل بکنه؟ من بهشون میگم اول برن بیمارستان عمل کنن. نه بله. اینا این سوالایی که من میکنم بازم هم میخوام یاد بگیرم. بله. هم میخوام یک کسی برداشته غلط نکنه. اولین باری که من با یک کسی برخورد میکنم که معتقد به اسپریچوال هیلینگ هست ولی اون ادعاهای کاذب رو نداره. بله. من واقعا خوشم میاد که شما اینقدر راحت این مسئله روشن بگه. پس شما میگید که یک کامبینیشن رو در نظر میگید یا به تنهایی؟ والا کاری که من میکنم اگه به طور کلی، یعنی یه حالتیه که مثلا ما دو تا خط اینجا، دو تا جمله نوشته شده. این کاری که یه خط اینجاست یه خط این پایینه، این داستان یه چیزی این وسطه، یعنی نه سیاه نه سفید، و تا یه حدی هم یه میستریه، یه معماییه که من خودم هم همشو نفهمیدم تا این لحظه. اینه که ممکنه تا حالا امکانش هست و پیش برام اومده که یه کسی اومده پیش من و مثلا میبردنش جلویش میکردن و یه تومار ازش در میبردن و من ایشون اصلا تو عمرم ندیدم و 10 دقیقه نیم ساعت روشون کار کردم، بعد توماره ناپدید شده. شده که یه کسی هم اومده یه پروبلم خیلی کوچولویی داشته، 5 دفعه من روش کار کردم، یه چیزای احساس کرده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. روی این حسابه که از این نظر جواب 100% من نمیتونم بهتون بگم که چرا بعضی وقتا کار میکنه چرا بعضی وقتا کار نمیکنه. اون موقع که کار میکنه مثلا اون تومور، فکر میکنید که چه نیروی باعث میدونم نیروی او از چه طریقی باعث میشه که؟ بله، این خیلی سوال خوبیه. من یک مدلیتی شفاکار هیلینگ که می کنم اسمش بهش میگم که تندرستی کوانتومی بود پنجم، یعنی 5th dimensional quantum healing. این مدلیتی کاریه که من انجام میدم که خودم درستش کردم، یه بهم الهام شده. با این کار باید اول شخص که میاد پیشم، حالا این برنامهشون شاید از نظر بدنیه یا روحیه یا یه پروبلمی دارن، مثلا انگزایتی التهابه، کاری که باید بکنم باید ارتقای نوساناتو به فرکانس نوسانی بود پنجم برسونم. توی یه سیچویشنی که یک گروه هستن، یه سری ما تمرینات مدیتیشن میکنیم که یه سریشون هم مدیتیشن های فعاله با مثلا
رقص پریدن بالا پایین، فریاد کشیدن، یه زبونی آدم صحبت کنه که نمیشناسه به نام جیبریش یا خنده است، که این ارتقا کنه نوساناتو، بیاره بالا. بعد که این ویبریشن ها اومد بالا روی این، چون معمولا به طور معمولی ما ویبریشن هایی که داریم در یه فریکونسی به خصوصی هست، اگه ما بتونیم این فریکونسی رو عوض کنیم، خیلی اطلاعات در به صورت سلول لیول، یعنی نمیدونم شما تا چه حدی راجع به این مسئله مطالعه کردین یا شنیدین، که تمام این اطلاعاتی که احتیاج هست ما در سلولامون داریم. تا اونجایی که من فهمیدم که این کار هیلینگ انجام میگیره اینه که اگه من بتونم یک کسی رو ویبریشنشون رو بیارم به همون لول، به این لول بالا، چون میتونم وایبریشن های خودم رو خیلی سریع برسونم به یه فریکونسی بالاتر، و شخصی که میاد با من هست ایشون اگه باز باشن نسبت به این مسئله، اوتوماتیک ایشون وایبریشنشون هم میاد بالا. بعد که وایبریشن اومد بالا، توی در سلول لول ما میتونیم با هم دیگه خیلی اطلاعات عوض میشه، و اطلاعاتی که این وسط میرو میاد اینه که شخص رو ما یاد میندازیم در اون لول که یادشون بیاد راجب دی ان ای پترن اصلیشون، که یعنی دی ان ای پترن اصلیشون جنتیکلی اینه که ایشون سالم خوب سالم باشن. بله، اینو البته یه ذره داریم ساینتیفیک میشیم. منم یه خود دارم سعی میکنم که یاد بگیرم حذفش کنم. منو باید ببخشین چون نه خیلی خوبه اتفاقا، حداقل این برخورد موقعی که ساینتیفیکلی باشه با این موضوع قابل. من یه آدمی هستم که تقریبا کارم کار دندانپزشکی، ما با فیزیک با کار پزشکی سر و کار داریم. بله، و این چیزا رو یاد گرفتم. البته دانشگاه جان هاپکینز بود که یه ریسرچی کرده بودن راجع به اثر همین اسپریچوال هیلینگ و اینا و دعا و این چیزا که در خیلی از مریضایی که سرطان داشتن تاثیر داشت. بدون شک من همیشه توس برنامه هم میگم که انکار کردن هر چیزی آسونه. بله، قبول کردنش مستلزم فهمیدنه، و چون ما نمیفهمیم انکارش میکنیم. بله، سخت آدم بفهمه دیگه، ولی آدم باید اینو قبول کنه که جامع العلوم نیست. و من این که شما میگید از شما باید قبول کنم، برای اینکه شما اکسپرت هستید تو این کار، و مگر اینکه خودم برم اکسپرت بشم بیام شما رو چلنج بکنم. بله، اینو و همه چیز با هم احتیاج هست بهش. ولی خیلی خوشحالم که شما در صحبتتون گفتید که شما ادعا نمی کنید که شما اینجا هیلینگ میدید، برای اینکه اون این خود من راحت کرد. اول که راجب بعضی میام میشینم میگن که آقا من دستم یه حرارتی داره رو سرت که میگیرم مخت مثلا جوش میاره حالت خوب میشه. قسمت دوم مسئله روحیه. اینو اجازه بدید یه آهنگ گوش بدیم یه خود آماده تر بشیم برای اینا. خیلی ممنونم واقعا، من خیلی دارم اینجا میگم که میفهمم یه خود امیدوار میشه. آهنگ خوبی بود، خیلی ممنون مریم خانم. این آهنگایی که من انتخاب میکنم و مریم خانم به موقع میذاره همش آهنگایی که من واقعا راجبش خاطره دارم، و از شعراش خیلی مفاهیم که شما میگید. الان واقعا این شعره که میگم ای با من و پنهان ز من، همون چیزی که در درون ماست. یعنی ما در درون خدایی که شما میگید با منی، ولی از من پنهانی، من نمیبینمت. یه حالا میخوام بیم چون قسمت روحانیش بریم، یه جوکی به شما بگم. میگن روانشناس کسی است که از شما پول میگیرد تا سوالاتی را بپرسد که همسرتان مجانی از شما میپرسد. بریم رو قسمت روحانی قضیه. بله، که من فکر میکنم
فکر کنید چند درصد این مسائلی که شما الان در نظر میگیرید، من اینطوری بگم، من فکر کنم ما در زمان و در برهه‌ای از زمان هستیم که مردم اسپریچوال لایفشون به حداقل رسیده و تفکرات بدنی، یعنی رسیدن به بدن و غذا و روابط به اصطلاح سکس و این چیزا و آلودگی ها به درجه بالا رسیده. یعنی ولی توی علم شما این میتونه برعکس باشه، یعنی بیشتر متوجه به مسائل روحیه یا بیشتر به مسائل جسمیه؟ یعنی منظورتون اینه که در کار هیلینگ؟ بله. یا در کار هیلینگ. خب این جفتش اینا با هم از هم سوا نیستن، چون اگه میتونه روح مریض بشه و 100% روی جسم اثر میذاره. اصلا به طور کلی خیلی از پروبلمایی که ما از نظر فیزیکلی داریم از روح شروع میشه. برای مثال من خیلی از کسایی که توی این ورکشاپ هایی که دارم باشون کار میکنم، یا اگه به صورت انفرادی با یک کسی کار میکنم، خیلی سوالای گوناگون اول میکنم قبل از اینکه با یک کسی شروع کنم مثلا کار کردن. بیشتر وقتا پروبلمی که مردم دارن مال اینه که در بچگی، حالا فارسیش هم من نمیدونم، واقعا هم از بینندگان عزیز من معذرت میخوام، بله، مثلا abandonment issue، خیلی از مورد کم لطفی قرار گرفتن، مورد کم لطفی ولشون کردن. اینا مثلا یه خانواده بوده که پدر و مادر از هم جدا شدن، بعد بچه ها رو شیپ کردن از یه خونه به یه خونه دیگه و شخص فکر میکنه که they're not good enough، این قسمتش هم دوستشون نداشتن. یعنی اون موقع پدر مادر اینا، این بچه‌ای که طلاق میگیرن چه فکر میکنن که پدر مادر هیچکدوم نمیخوان که یه هفته میره اونجا یه هفته میاد اینجا. بله. یعنی get rid of them. بله. اصلا این یه توی کار من متوجه شدم این یه اپیدمیکه، که این مسئله این که من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم و من ارزششو ندارم که یه چیزی رو بهم بدن، یا اون عشقی رو که میخوام به دست بیارم، یا اون کاری که میخوام به دست بیارم، یا مقامی که میخوام، من ارزششو ندارم. این یه اپیدمیکه تو کاری که من میکنم فهمیدم و خیلی از این مسئله زجر میکشن. شما فکر میکنید توی افرادی که با این مشکلات برخورد میکنن، آدم هایی که فاقد spiritual life هستن زیادترن یا فرقی نمی کنه؟ خب اونا که پابند مورال، مثلا من الان نمیخوام به شما بگم که مثلا a particular religion، ولی یه خود تندنسی خودم به اونجا میشه، ولی من همیشه فکر میکنم افرادی که امروز یه خانم، دختر خانم مریضی من داشتم، بیمار من بود، که البته ما که میگیم بیمار به عنوان برای اون ناراحتی که اومده بود، و این خانم یک ارتودکس جویش بود، ایرانی بود. من ناخودآگاه آرامش در این آدم دیدم. این چی میخوام بگم؟ بله. مثلا مقایسه میکنم با یک مثلا خانم همسال ایشون که مثلا it's liberal. این آرامشی که در یک آدمی که پابند یک اصولی هست، من اینو بیشتر میبینم تا کسی که it has a wild life. بله. درست؟ شما تو کار خودتون آیا افرادی که spiritual life، حالا هر جوری، بله، حالا یا درویشن یا مسلمونن یا یهودیان یا مسیحیان، ولی they practice their they believe، بله، اینا رو اینا فرقی نمی کنه از این نظر، یا بیشتر افرادی هستن که فاقد این spiritual life هستن؟ خب به طور کلی کسی که اصلا در spiritual life
نیست سر راه من زیاد پیدا نمیشه، یعنی جالب نیست کاری که من میکنم. کسایی رو سر راه من میان و با من رابطه برقرار میکنن که تا یه حدی دنبال او هستن. یعنی حتی تو این حدی که یه کسی که به کار شفا و هیلینگ عقیده داشته باشه، یعنی یه جورایی تو اسپریچوال، بله دقیقا. حالا اگر یک نفر که این اسپریچوال لایف رو داره و یک نفر که اسپریچوال لایف نره، این دوتا تاره شده مثلا یکی رو داشته باشید که اسپریچوال لایف نداشته باشه، اوکی، کدوم راحت تر، کیس راحت تری برش؟ با کسی که توی spiritual life هست خیلی راحت تره باشون کار کردن، چون بازن، اوپنن. بله. شما فکر میکنید که یکی از مشکلاتی که generation X و generation Y، یعنی بین 30 تا 40 و 20 تا 30 ما الان دارن در جامعه ما، اون مشکل تصمیم گیری و پیش برده، یا مثلا فکر میکنید که اون چی که شما عرضه میکنید میتونه موتیویشنال باشه در جهت پیشرفت تصمیم گیری و اینجور کیسی برخورد کردید افرادی که؟ بله، اگه مثلا یه شخصی این کتاب من رو بخونه، بیشتر صحبتهایی که من درش میکنم و این نکاتی رو که درش نوشتم راجع به اینه که یعنی یه قسمت بزرگه چیزی رو که من درس میدم یا کمک میکنم به دوستان، اینه که دوستان رو میخوام ببرم یه جایی پشت ذهن، یک جایی که در سکوت وجود داره، سکوت درونی که درون آدم وجود داره همیشه، و stillness، نقطه اثبات درون آدم. با هر کدوم از این جنریشن رو اگه من کار بکنم، به طور کلی این اساس کار یکیه، یعنی سعی میکنم که به اینا، به این دوستان اون جایی رو به نشون بدم درون خودشون که ساکته و ستیله، و یادشون بدم که از اون جا کاراشون رو انجام بدن. یعنی اگه میرن به دنیا و یه کارهایی در دنیا، کارهای دنیایی انجام میدن، از یک جای سکوت و ستیل درون خودشون وارد بشن، تا اینکه از اون قسمت کیاس که ذهن آدم کیاتیکه. بله بله. وقتی این کیس ها چند درصد موفق بودن با شما در این زمینه موتیویشنال؟ یعنی ریت ساکسس من با کسایی که در این زمینه میان پیشم خیلی خیلی بالاتر از ریت ساکسس هم با کسیه که از نظر فیزیکلی پروبلم داره. بله. شما بکراند روانشناسی شما تا چه حد کمک کرده بهتون؟ والا تا حد خیلی زیادی کمک کرده، و به طور کلی همینجوری که من رفتم جلو در این کار، خب من از اول این کاری که نمی کردم کارهای دیگه کردم، مثلا بیمه می فروختم، سیلزمن بودم، ولی بعدا همینجوری که می رفتم جلو متوجه شدم که تمام این سالا که کارهای دیگه می کردم، این یک نوع روانشناسی بود و یاد می گرفتم با روان مردم چجوری کار بکنم، یا چجوری بخونمشون، یا از نظر بادی لنگویج یا از حرکتشون، صحبتشون یاد بگیرم که در چه حالتی هستن. روی نصابه که این روانشناسی که من خوندم در سالهای اول خیلی بهم کمک کرد در آینده. با پدر که صحبت می کردم، مثل اینکه بیشتر فعالیت شما و کسانی که به اصطلاح علاقمند به سیستم شما و به روش شما هستن، شما تو اروپا زیاد کسایی دارید که این برنامه دارن؟ من نروژ زیاد میرم و خیلی ازم استقبال شده در نروژ. اتفاقا این سال گذشته 2012 دو دفعه رفتم اونجا و دوباره دعوت شدم که در آوریل و می و جون امسال برگردم به نروژ. بله.
یعنی سم اونجا سنتری هست داری؟ سنتر که خیلی هست، ولی یه شخصایی منو اونجا دیدم که به طور کلی اول شروع شد از روی یوتیوب. من یه مصاحبه ای داشتم با خانم سودی، خانم سودی در سودی شو، بعد از اونجا منو روی یوتیوب پیدا کردن. بعد اون وقت دعوتم که اومدن اینجا کار منو دیدن، کارم خوششون اومد، دعوتم کردن به نروژ. اینجوری این ایرانیای نروژ هستن یا اول با ایرانیای نروژ شروع شد، بعد نروژیا فهمیدن که یه سری نروژیا اومدن تو ورکشاپ های من. اون وقت یواش یواش اصلا عوض شد، دیگه نروژیا میخواستن من برم اونجا. البته با دوستان ایرانی هنوز در تماس هستم. شما مشکل زبان چه زبانی است؟ بود انگلیسی صحبت میکنم، همه میفهمن انگلیسی. و بله نروژیا خیلی اوپنن راجع به این مسئله. در آمریکا چی کار میکنین؟ در آمریکا والا کارم ورکشاپ گذاشتنه. مثلا هفته دیگه در یه چیزی هست به نام Conscious Life Expo، من سه تا یه سخنرانی دارم با دو تا ورکشاپ. بعد هفته بعدش ویکند 16 و 17 فوریه یه ورکشاپ در لس آنجلس دارم. یا دارم DVD درست میکنم، DVD های مدیتیشن که خدمتون دادم، یا کتاب مینویسم، یا هندزان هیلینگ دارم میکنم. بذارید راجع به فعالیتاتون و آدرس این محله با هم صحبت میکنیم. من فکر میکنم یه موسیقی دیگه گوش کنیم، مسئله خیلی سنگینه، یه خود هضمش کنیم. نمیخوام یه همه حرفا با هم بره. دو تا مطلب جلومه، یکیشو به عنوان برای اینکه یه خود خنده بگیریم، بخندیم بگم، و بعد یه تیکه از کتاب شما رو که میخوام معرف کنم میخوام بخونم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. میگه سیاست، راجع به روانشناسا که شما هستید گفتیم، ولی میگه سیاست مدار کسی است که میتواند به شما بگوید به جهنم بروید، منتها به نحوی که شما برای این سفر لحظه شماری کنید. در صورت اینجا به مطلبی که خیلی قشنگ که من یه این کتاب باز کردم، کتابی است به نام Lightning Notes of Zarathustra، هم زرتشت. البته اینکه زرتشت که میگن اسم خودشونه، یعنی Lightning Notes of آقای زرتشت اسفندیاری که اینجا هستن. کتاب بسیار جالبیه که یه تیکش رو من بخونم و مطلب خیلی جالب. God: know that God is the only thing there is. There is nothing outside of the body of God. No force exists outside of God. Keep your thoughts on God alone, so that all of your thoughts, action, and speech will become God's. Now you can surrender your free will to God's will and you will find yourself instantly free. دو تا مطلب تو این برای من خیلی جالبه. یکی این که شما میگید یه اصطلاحی داریم در با استنباط از تعلیمات دینی خودمون که میگه بهترین راه خداشناسی خودشناسیه. شما خودتو که بشناسی از خودت شناخت خدا پی میبری، همون چیزی که شما اول برنامه گفتید. یکی دیگه هم این که این جمله که شما گفتید Now you can surrender your free will to God's will. درست اسمی که اسم ریلیجن ما داره، اسلام، یعنی دین سراندر شدن، تسلیم شدن به will of God. این اسمی که برداشته شده. در مورد این کتاب بر من صحبت کنیم. بگی این کتاب چی شد که اصلا یه کتاب نوشتی شما؟ البته خوب نوشتی ها، ببینید مثلا آدم ها ببینید شما زندگی چند تا بود داره از دید من. بله. ریسرچ میکنی، مینویسی، هیلینگ میکنی، کانسالتینگ میکنی، ورکشاپ میذاری. آدمی که اینقدر بیزیه چطور میشه کتاب مینویسه؟
والا این قشنگ هم از کتابو حالا میپرسم که چجوری میشه گرفت این کتابو. اولش من تو این فکر بودم که راجع به داستان زندگیم بنویسم، کتابی بود که میخواستم بنویسم برای اینکه 5 تا near death experience داشتم. بله البته پدرمادرم نمیدونن راجع به این. الان آقای سنجی در گوش میدن، الان آقای پدر دارن گوش میدن و بهشون نگفتم که 5 تا near death experience داشتم. راجع به اون، چون هر وقت من داستان زندگیمو برای دوستان میگم خیلی براشون فسینیتینگه، بعد ولی خسته شدم داستان رو توضیح بدم، گفتم که اینو من بنویسمش و دیگه نباید توضیح بدم دیگه، این کتاب بدم به کسی بگم اینو بخون، داستان زندگی من این توه. تو این فکر بودم. والا من در فیسبوک در زمانی که این برنامه Fifth Dimensional Quantum Healing رو در لس آنجلس سال 2009 من شروع کردم و یه گروپ هیلینگ داشتم توی چرچی، اون هر دو هفته یه دفعه این کار رو میکردم، روی فیسبوک شروع کردم روی فن پیجم نکات عرفانی نوشتن و الهام دادن به دوستان. این نوشتای نوت هایی بود که کمک کنم و یه چیز پازیتیو بنویسم هر روز یا یه روز در میون یا چند روز یه دفعه هر وقت که الهام بهم شد. یه مدت گذشت، حدود 40-50 تا از این نوشته ها بود، الان این تو 99 تا هست. یکی از فنام بام تماس گرفت که خودش نویسنده فن فیسبوک که خودش نویسنده کتاب های بچه هاست. با هم رفتیم نهار، گفت که زرتاش میدونی که اونقدر از این نوشته ها داری که بتونی توی کتاب بذاری؟ من در اون لحظه خودم تعجب کردم چون اصلا بهش فکر نکرده بودم. اینا رو من رفتم خونه و نگاه کردم و جمع و جور کردم، دیدم حدود مثلا 45-50 تا از اینا هست. ادامه دادم اینا رو رسوندم به 99 تا، چون از شماره 9 خوشم میاد، 9 آذر به دنیا آمدم، 9-9-9 بله. روی 99 گفتم که آره تا تولد نمیدازم تو 9 بود یا نه، نگاره 40 سالی بوده و سالش 37 بوده. من 50 بابا میگفتی دو سال سنگه 39 میشد دیگه. من الان 54 سالمه، خودش یه 9 دیگه است. چون زن نگرفتی؟ نه خیلی زن نگرفتم، از برای همینه که سر حال مونده. بعد خلاصه این از این نوشته هایی که در فیسبوک بود به این صورت شد که این به 99 تا که رسید تصمیم گرفتم که به صورت کتاب درش بیارم و پابلیشش کنم. این کتاب مثل اینکه بوک ساینینگ دارین شما، درسته؟ بله، همین روز یک شنبه سوم فوریه. پس به موقع من شما رو گیر آوردم. والا سعادت منه، خیلی متشکرم. ساعت 6:30 تا 8:30 یک شنبه در Mystic Journey Bookstore در Abbot Kinney بولوارد در Venice Beach. Abbot Kinney بولوارد توی Venice Beach. Abbot Kinney بولوارد. بله. اسم کتاب فروشی چیه؟ Mystic Journey Bookstore. Mystic Journey Bookstore. بین شیشونی این تو وبسایت شما هست؟ بله، این روی وبسایت هم هست. خب مریم خانم اگه لطف کنم وبسایت رو برای ما روی وبسایت آقای اسفندیاری رو بگذارین خیلی ممنون میشیم. حالا تا آخر برنامه میذاریم گذاشته. آها، fifthdimensionalhealing.com. بله، وبسایتون زیر سرتوشت اسفندیاری. از اول برنامه بوده؟ پس شما از اول برنامه جای تلفن های من ایشونو گذاشتی، رقیب شدی آقا با مهم بسید. خب میبینم که شما دو تا ویدیو هم که از ورکشاپاتون داریم. بله؟ بله، این دیویدی های مدیتیشنه. بله، یکیشون Third Eye Activation، فعال کردن چشم سوم. بله. و اون یکی هست Heart Chakra Opening، Self Love، Self Acceptance. این دوتا دیویدی ها رو من تابستون درست کردم که هر دو یه سری مدیتیشن های فعال
و نشستنی درش داره که باعث میشه که خیلی کمک میکنه که دوستان به اون آرامش درونی رو پیدا کنن، در ضمن قلبشون رو باز کنن، دلشون رو باز کنن، به عشق خودشون رو دوست داشته باشن و قبول کنن. در ضمن اون یکی دیویدی هم برای اینه که چشم سومشون یا قده پینیال رو فعالش کنن، که وقتی این قده شروع میکنه فعال شدن به پروداکشن دی ام تی، دایمتیل تریپتامین و ملاتونین میره بالا و قدرت های عرفانیشون و سایکیک پاورشون در اثر فعال شدن این قده پینیالشون میره بالا. خب اینا همه اینا توی وبسایت شما هست؟ اینا همش تو وبسایتم هست. بله، یعنی اینا یکی این دیویدی رو بذاره رو دیویدی پلیر، روبروش بشینه، کاری که شما میگید بکنید مؤثر خواهد بود. بله خیلی خب. در هر صورت من فکر میکنم که وجود شما برای ماها یک موهبتی است که بتونیم از علمتون، از دانشتون، مخصوصا این که کاری که شما میکنید کار من در آوردی نیست، ساینتیفیک بیس هست و این مسئله ساینتیفیک بیس خیلی مؤثره که دادن بتونه بیشتر قبولش بکنه. تو افرادی که میان از یه جای در میان فوری ادعا میکنن که ما صاحب علم و دانشیم و چیزی هم ندارن که تحویل آدم ها بدن. من خیلی خوشحال شدم، واقعا باعث افتخار منه که در حضور شما هستم و باید تشکر کنم از بابا. من خیلی ایشون دوست دارم و واقعا خیلی دیگه دارم جلو مردم داد بزنم که آقای اسفندیاری واقعا از صمیم قلب دوستش دارم. بسیار میدونیم بعضی از این آدم هایی که صاحب منصب میشن اینا یادشون میره که یه هیومانیتی فیس هم دارن، ولی پدر شما همش هیومانیتی فیسه و واقعا آدمی که قابل احترام، قابل تقدیره که این مرد چقدر متواضعه، چقدر انسان خوبیه، چقدر و به نظر من با اینکه از صاحب منصبای قدیم بوده شرف و وجدان خودشو بیشتر از هر چیزی حفظ کرده و این قابل ستایشه و آشنایی با شما و خانوادتون و یک همچین برنامه هایی که من میبینم داره از این خانواده در میاد، حالا خواهرزادتون هم که کوروش که سال دیگه دندان پزشک میشه، الحمدلله همه این خانواده. فقط من هیچ وقت همیشه یادم میفته شهرزاد خواهر شما رو واقعا میس میکنم. خانم دوست عزیز ما دکتر کیانی بود که اصلا وجود این زن تمامش محبت و همه خانواده تون همه تون محبتی و امیدوارم که موفق باشید و ما ببینیم که این مطالبی که شما میگید مورد استفاده دوستان قرار بگیره. حتما ان شاء الله دوستان در میستیک لایبرری بوک استور، میستیک جرنی بوک استور، میستیک جرنی بوک استور در خیابون عبدکینی، عبدکینی که البته همینا تو وبسایت هست، وبسایت یک دفعه دیگه هم که ببینیم ان شاء الله مورد استفاده تون قرار بگیره. من خودم به فکر افتادم که یه خود من ببین، من یه آدمی هستم، یه روزی یه موقع من دخترم 10 سالش بود تومور مغزی گرفت. من خب اون موقع آدم به همه چیز فکر میکنه، هر راهی رو که بهش پیشنهاد میکنم میکنه و یک اسپریچوال هیلر من گفتن کشیشی بود در میسیسیپی. بله، ما اینو دعوت کردیم اومد و اتفاقا کسی که اینو به هم معرفی کرد آقای راندلس بود، هنرپیش دوست ما، هنرپیشه بارنی میلر، آقای سیاه‌پوستی بود، موی فرفری داشت، تو فیلم ها بازی میکرد. اون به من گفت و ما اینو آوردیم، خودشم اومد خونه ما و با این آقای کشیش که صحبت میکردیم. بعد من به کشیش گفتم، خودش مدیتیت میکرد، گفتم که به من مدیتیشن یاد بده. گفت من کاتولیکم و کشیش کاتولیکم
ولی بهترین مدیتیشنی که میتونم به توی مسلمون یاد بدم نماز خوندنته. بله. یعنی اگه آدم واقعا فکرشو بکنه و فوکس بکنه رو اون رابطه‌ای که با او که شما میگید ایجاد بکنه، همون حالتایی که به وجود میاد، یا یکی از دوستای ما تشابه بین حرکات نماز و یوگا رو بررسی کرده بود، همه هدف‌ها کار شما، کارهای اسپریچوال، کارهای روحانی اینه که ما به درون خودمون پی ببریم و اینو بفهمیم که ما بیشتر از این استخون و گوشت و اینا هستیم. و در قرآن خداوند میگه که من بشر رو خلق کردم به عنوان خلیفه خودم روی زمین، یعنی نماینده خودم، از وجود خودم، از روح خودم بهش دادم. باز برمیگرده به اون حرف شما. و خیلی خوشحالم که بالاخره همه راه به او ختم میشه، همه راه. مهم اینه که آدم چه راهی رو انتخاب کنه. به نظر من هر کس هر راهی رو انتخاب کنه خوبه، و چرت که انتخاب کنه، بیشتر که به اون راه عمل کنه. این انگشترهای شما یه خود چشای من گرفته. این انگشترها ماشاءالله سنگینی نمی کنه. عادت کردم. اینا مال همه هندوستانه اینا بدن. نه مال هندوستان که نیست، ولی یکی از دوستان در آمریکا به من هدیه کرده. ولی خیلی منحصر به فرده. بالاتر بگیرین جلو این دوربین. نه این دوربین. آها همه خوبه خوبه. ماشاءالله. من اگه با اینا باشه اصلا نمیتونم رود کانال کنم دستم. یا آهنگ دیگه گوش میدیم برمیگردیم. آینده خیلی ممنون از تشکر از مریم خانم که زحمت کارگردانی برنامه ما رو میکشن و این برنامه برای من خیلی پرثمر بود و خیلی ممنون از شما عزیزانی که به این برنامه گوش کردید. انشالله که ما بتونیم در طول برنامه هامون در آینده برنامه های اینفورمتیوی داشته باشیم. هفته آینده یکی از کاندیداهای شهرداری لس آنجلس مهمون من خواهد بود که باهاشون صحبت میکنم. و آهنگ هم که میدونم من دوستم این منظرهای ایران خودم همیشه همجا کیف میکنم. آدم که دور از وطن ولی همیشه به یاد وطن، وطن در قلبمونه. عاشق ایرانم من و امیدوارم که همه هموطنانمون در آرامش و صلح و آزادی کامل زندگی کنن و روزگار به کامشون بشه. و اگر در مورد کارهای پروفشنال من خواستید، تلفن‌های مطب من در روی صفحه تلویزیونتون هست، میتونید با من تماس بگیرید. اگه سوالی یا پیشنهادی راجع به برنامه هست، ایمیل من هم اینجا هست، میتونید استفاده کنید. میستیک جورنی بوکستور در ابدکینی استریت ونیس بیچ هست و شما میتونید به وبسایتی که بهتون دادیم مراجعه کنید و انشالله روز و روزگار برای همه شما خوش باشد. و بازم تشکر میکنم از آقای زرتشت اسفندیاری عزیز. وطن من، وطن من.